بچه ها چطورین؟ حالتون خوبه؟ خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم، دم همه تون گرم که این همه همراهی میکنین، این همه با ما هستین، با ما همینجوری از اولش بودین، لایک، کامنت، دمتون گرم، خیلی به ما انرژی میدین، خیلی دوستتون داریم. بچه ها امروز اومدیم که یه سوال رو پاسخ بدیم، یه سوال خیلی مهم که خیلی سوال کردین از ما در مورد اینکه کی کنه کشی کنیم، زمانش هست نیست، چند وقت به چند وقت. راستش دوستان ما یه تجربه شخصی رو اولا میخوایم باهاتون به اشتراک بذاریم، اینکه ثابت شده اصولا پیشگیری از کنه خیلی بهتر از درمانشه. دوستان خیلی ها میپرسین از ما که ما کنه رو ندیدیم بعد کنه کشی کنیم، یا نمیدونم ما بیپر ندیدیم بعد کنه کشی کنیم. دوستان اگه شما یه همچین چیزایی رو ببینین، یعنی اینکه باید درمان کنین، یعنی اینکه کندوی شما اشباع شده از کنه، اون دیگه درمان، اون باعث عقب افتادن، باعث ضعف، باعث کاهش بیش از اندازه تعداد زنبور توی کندو میشه. دوستان شما باید پیشگیری کنین اگر میخواین که عقب نیفتین، اگر میخواین خدایی نکرده خسارت جبران ناپذیری به کندوهاتون وارد نشه. به خاطر همین ما همیشه میگیم فصلی یک بار، یکی از بهترین راه حل اینه که فصلی یک بار شما کنه کشی کنین با داروی کنه مناسبش. چرا میگیم مناسبش؟ چون که داروهای کنه نسبت به شرایط محیطی متفاوت عمل میکنن، یعنی امکان داره توی شهر ما یه داروی کنه عمل کنه، توی شهر دیگه با آب و هوای دیگه یه داروی دیگه. دوستان به خاطر من هیچ وقت ما توصیه نکردیم که چه داروی استفاده کنین، هر چی هم که گفتیم به خاطر تجربیات شخصی خودمون بوده، اینکه چه چیزی به ما بیشتر جواب داده، چوری راحت تر بوده، تاثیرش کمتر بوده، طبیعی تر بوده، یا میزان سمش کمتر بوده. دوستان و یکی دیگه از موضوعات اینه که الان یه زمان ایدئال واسه کنه کشی. چرا میگم؟ چون که الان شما عسل رو برداشتین، ما که البته دهم تیر ماهه، ما الان یه چولش 5 6 روز برداشتیم و ما هم می‌خوایم کنه کشی کنیم. عسل رو برداشتین دیگه نگران این نیستین که داروی کنه‌ای که دارین استفاده می‌کنین روی زنبوراتون، روی عسل یا روی پوکا تاثیر بذاره. شما برداشتین و تا آخر تابستون هم دیگه نمی‌خوایم فعلا برداشتین، پس الان زمان مناسبش، اول تابستون هم هست. میتونین اینو پایه‌گذاری کنین که الان شما یک کنه‌کشی انجام بدین، دوره بعدش بیفته توی پاییز، یعنی این فصل تا فصل بعدی. یکی از بهترین راه حل باشه فصلی یک بار با داروی کنه مناسبش. اگر مثل ما از اگزالیک یا فرمیک استفاده میکنین، حتما و حتما باید راجبش بدونین، راجبش بخونین، راجبش مطالعه کنین. شرایط محیطی داره، محدودیت دمایی داره، محدودیت استفاده داره. دوستان توی ویدیو کامل توضیح دادیم، هم نحوه استفاده، هم اصلا نقد و بررسی کاملش، توضیحات کاملش ته این ویدیو میذاریمش. حتما حتما اونا رو قبلش ببینین. و اینکه دیگه همه چی گفتم دیگه همه چی گفتیم. خلاصه اینکه دوستان آره، پیشگیری کنین، به فکر درمان نباشین، به فکر این نباشین که ببینین کنه رو بعدن برین سراغش، چون این کار خطرناکیه. بس خلاص اینکه استفاده کنین، پیشگیری کنین، داروی مناسبش اول مطالعه کنین، ببینین تجربیاتو، خودتون انتخاب کنین که چه چیزی واسهتون مناسبه. بعد از دیدن ویدیوها، بعد از دیدن مطالعه، بعد از خوندن به دستش بیارید. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. مخلصیم.